درود بر شما، خوشحالم که میتونم در خدمت شما باشم. بسیار عالی. بهتره که مطلبی که توی جلسه قبل داشتیم برای شما توضیح میدادیم این امروز و این جلسه تکمیل کنیم و کاملش کنیم. در سه جلسه گذشته ما در خصوص قطعه آستوریاس بود. این رو خدمت شما گفتم که انگوشتمون چجوری حرکت میکنه، چجوری کار میکنه و توضیح براتون دادم. اصل این قطعه و اصل این تمرین در خصوص این بود که ما بتونیم عرضه زمانی تریوله رو با هم دیگه کار کنیم. من یه دور براتون چک میکنم و مرور میکنم اینکه اصلا تریوله چی بود و چه تکنیکی بود، چه تمرینی بود، چه ارزش زمانی بود، اینا رو با هم دیگه مرور کنیم، یاداوری بکنیم و بعد بیایم داخل درس آستوریاس که ببینیم چه جوری میتونیم ازش استفاده کنیم روی این درس و تمریناتش چیه، تمرینات انگشتش چیه و چه کاری باید انجام بدیم. نکته خیلی مهم اینه که ما توی تمرین جلسه قبلی این درس رو یاد گرفتیم که درس آستوریاس اجرا بشه با انگشت پی، بعد از هر ضربه پی از آی یا از ام یا از ترکیبی از آی و ام استفاده کنیم. خب حالا من میخوام این کار رو انجام بدیم، همون نوت های ضربه پی رو اجرا بکنیم، همون نوت هایی که داشتیم میزدیم، ولی این دفعه بعد از هر ضربه پی یه ضربه رو سیم اول نزنیم. این دفعه بعد از هر ضربه پی دو تا ضربه بزنیم، یعنی یه ضربه با پی و بعد از هر ضربه پی دو تا ضربه میزنیم، مجموعاً میشه سه ضربه. سه ضربه، سه تا نوت در یک ارزش زمانی. پس ما الان رجوع کردیم به ارزش زمانی تریوله، گفتیم که اگر توی یک شماره یک نوت اجرا کنید این میشه نوت سیاه. یعنی من اگر که مترونوم توضیح دادم براتون توی جلسه قبلی، صدای مترونوم داره پخش میشه به این شکل، من توی هر ضربی شنیدن هر صدایی یک ضربه بزنم این میشه نوت سیاه. اگر داخل هر ضرب و داخل هر شماره دو نوت اجرا کنم دارم نوت چنگ اجرا میکنم. اگر داخل هر شماره و هر نوت سه نوت اجرا کنم داخل هر شماره، در واقع دارم نوت یا ارزش زمانی تریوله رو اجرا میکنم. پس میشه ببینید من تو یه شماره یه نوت اجرا میکنم میشه، تو همین ارزش دوتا نوت، یعنی توی یک شماره سه نوت داره اجرا میشه، این میشه ارزش زمانی تریوله. حالا میخوایم ببینیم چه جوری میتونیم از این ارزش زمانی برای درس آستوریاس استفاده بکنیم. شما بعد از هر ضربه پی یه ضربه با انگشت ام رو سیم اول میزدید، حالا میخوام بعد از هر ضربه پی با انگشت آی و ای نوت اجرا کنیم. انگشت شماره دو بذارید رو نوت لا، فرت دو سیم سوم محور بشه، این محور دیگه برداشته میشه و بعد از هر ضربه پی یه آی رو سیم سه یه ای رو سیم یک اجرا میکنم، یعنی دقت کنید. این تمرین تمرین تریول است، تمرینی که من همون نوتای پی همون نوتای باسو دارم میزنم. قسمت اول تو درس جلسه گذشته بعد از هر ضربه پی یه ضربه رو سیم اول اجرا میشد، اینجا بعد از هر ضربه پی دو تا ضربه داره اجرا میشه. یه مقدار از کلمه سخت استفاده نکنیم، یه مقدار تمرینش پیچیده تر هستش، احتیاج به تمرین بیشتری داره و نکته مهم احتیاج به پیش نیاز بیشتری داره. یعنی اینکه هیچ وقت وقتی که یه تمرین برای شما احساس کردید سخت یا مشکله خود تمرین رو اجرا نکنید. ابتدا
اون تمرین رو به اجزای کوچیک تبدیل کنید و بعد جدا هر تمرینی رو اجرا کنیم. وقتی به تسلط رسیدیم برگردیم خود اون تمرین اصلی رو بزنیم. خیلی وقتا این مسئله رو من دیدم بین بچه‌ها، یه تکنیک یه تمرین در نمیاد، چند بار میزنه حوصله‌اش سر میره، اذیت میشه، خسته میشه، میذاره کنار و میگه من سعیمو کردم و نشد. این کار اشتباهه. دوستای خوبم، یه تمرین تشکیل شده از اجزای کوچیکتری، یعنی شما میتونید این تمرین رو به اجزای کوچیکتر تبدیل کنید، جز جز اون تمرین رو جداگانه تمرین کنید، روش مسلط بشید و وقتی روش مسلط شدید اصل اون تمرین رو اجرا بکنید و کار کنید. پیشنهاد برای این تمرین چیه؟ این تمرین رو میتونیم از چند جزء مختلف یا از چند زاویه دید مختلف بررسی کنیم، ببینیم کدومش مثلا چه جوری میشه و این تمرین رو اجرا کنیم. دقت کنید، الان من نوتای باس رو قبلا زده بودم توی کتاب اول و توی جلسات خیلی گذشته نوتای باس رو تمرین کرده بودم. جلسه گذشته گفتم اینا رو با ام تمرینشون بکنیم، پس من الان روی باس مسلطم، این باس رو دیگه کاری باش ندارم. اینجا باید آرپژ من PIA باشه. ببینید قبلا آرپژ من این بود که بعد از هر ضربه پی با ام ضربه میزدم، الان آرپژ من PIA هستش، یعنی در واقع دارم میزنم من جداگونه میام آرپژ PIA رو تمرین میکنم، یعنی میگم یه پی رو سیم ششم، یه آی رو سیم سوم، یه ای رو سیم اول، یه پی رو سیم پنجم، یه آی رو سیم سوم، یه ای رو سیم اول، یه پی رو سیم چهارم، یه آی رو سیم سوم و یه ای رو سیم اول. یه بار دیگه PIA PIA PIA. دست چپم هیچ کاری انجام نمیده، سیم آزاد دارم میزنم. من باید سعی کنم این تمرین رو اینقدر اجرا بکنم که مسلط بشم روی این تمرین، سرعت بهش بدم، سعی کنم سرعت و کیفیت و قدرت من یه نواخت و یه شکل بالا بره. قدش نکنید، این تمرین رو بزنید، بزنید تا اون موقع که انگشتتون میدونید مسلط میشه، میتونه مسلط اجرا کنه. مدت زمان طولانی من عمدن این رو با شما اجرا میکنم برای اینکه میخوام شما گیتارتون رو بیارید و همزمان با من ساز بزنید و اینجا کار بکنید. اصلا انتظار ندارم این تمرین و این تکنیکی که اول با سرعت پایین میزنم بعد یهو سرعت بهش میدم ببرم بالا سرعت رو، شما هم همین کار رو انجام بدید. ما داریم از این نگرش الان به این تمرین رو نگاه میکنیم که شما یه هنرجوی مبتدی هستید و همزمان با من دارید یاد میگیرید. اگر بخواید به این سرعت برسید مسلماً احتیاج به تمرین و مرور زمان دارید، پس من انتظار ندارم که الان با سرعت بالا رو بتونید همزمان با من اجرا کنید، ولی الگوی این تمرین رو با سرعت پایینش رو اجرا بکنید، یعنی PIA PIA PIA. این برای دست راست من یه تمرین جدا بهتون تمرین دادم که قبل از اجرای آهنگ آستوریاس اینو اجرا میکنه. برای دست چپ انگوش دو رو بذارید روی نوت لا محور باشه. محور رو قبلا بهتون درس داده بودم، یه بار دیگه مرورش میکنم. موقعی که یه نوت ثابت میمونه و این نوت توی میزانهای مختلف تکرار میشه، یعنی من دائم میخوام با سرعت مختلف روش ضربه بزنم، دلیل نمیبینم که این انگوش رو بردارم و بذارم، کیفیت، سرعت و قدرت اجرای من میاد پایین. چه کاریه؟ من اینو میذارم اینجا ثابت بمونه، بقیه انگشتم حرکت میکنه ولی این انگشت حرکتی نداره. این میشه، این نقش انگشت محور پیدا میکنه. این انگشت من توی قطعه ها نوازنده ی گیتار باید خودش این تسلط رو داشته باشه که محور رو تشخیص بده و این قطعه ای که توش محور داره رو سعی کنه انگشتش رو بیشتر ثابت بذاره که قدرت و تکنیک و تسلطش بره بالاتر. حالا تمرینی که میخوام بهتون بدم چه جوریه. شما نوتای باس رو با انگشت 2 و 3 اجرا میکردید، یعنی میزدید. الان انگوش شما دوی شما اینجا محور شده و گرفته شده، پس ما الان انگوش دو رو دیگه نداریم. من باید نوتای باس رو بزنم ولی با انگوش اول و انگوش سوم بزنم، یعنی دقت کنید. از چه لحاظی این تمرین مورد اهمیت قرار میگیره؟ از این لحاظ که عصب انگوشای من هنوز درگیره، یه هنرجویی که تازه کاره. وقتی میخواد این انگشت رو حرکت بده ممکنه این بلند بشه، وقتی میخواد این رو حرکت بده ممکنه این انگشتش بلند بشه، ولی این تمرینی که شما انجام میدید، یعنی انگشتتون رو میذاری روی اینجا محور بمونه و انگشت اول و سوم
حرکت کنه، باعث میشه که این تفکیک رشته های عصبی بهتر به وجود بیاد و شما بتونید راحت تر فرمان عصبی که به عضلاتون میدید اون عضله دقیقا خودش حرکت کنه و عضلات کنارش دیگه حرکتی نداشته باشه. دقت کنید. انگوشتامو گذاشتم اینجا محور باشه، اصلا هم ضربه ای رو سیم سه قرار نیست بزنم، روی این سیمی که الان با انگوش دو گرفتمش، فقط صرفا اینو به خاطر این کار میکنم که بتونم یه انگوش رو ثابت نگه دارم و دوتا از انگوشتای من بتونن حرکت بکنن. یعنی من فقط صرفا دارم به خاطر این مسئله و به وجود اومدن تسلط روی این تکنیک این تمرین رو اجرا میکنم. حالا اومدم تمرینم رو به اجزای کوچیک تبدیل کردم، یه تمرین برای دست راست، یه تمرین برای دست چپ. حالا می‌خوایم توی مرحله بعدی اینا رو با هم دیگه ترکیبشون بکنیم. یعنی اینکه انگوش دوی من رو نوت لا گرفته شده، این طرف آرپژ پی آی ای رو دارم می‌زنم و سعی می‌کنم نوت رو با انگوش اول و سوم حرکتشون بدم. دقت کنید. صفحه کتاب دقت بکنید، به همین درس آستوریاس، یعنی همین تمرینی که هست، این تمرین رو میتونید دقیقاً دقت کنید و ببینید که نوت هایی که الان داره برای شما اجرا میشه همین چیزی که من تو تمرین بهتون گفتم، یعنی الگویی از تریوله رو داریم اجرا میکنیم، همینطوری که توی تصویر کتاب میبینید الگویی از تریولر رو داریم اجرا میکنیم که بعد از هر ضربه پی یه آی رو سیم سوم و یه ای رو سیم اول داره میخوره. دقیقا به همین شکلی که توی تصویر الان داره اجرا میشه و جلوی شما قرار گرفته. حالا مهمترین نکته‌ای که من توی این تصویر به شما بگم و شما الان دارید تصویر رو میبینید اینه که دقت کنید اول کار شروع این قطعه ارزش زمانی چنگه، از وسط و آخر این قطعه دیگه ارزش زمانی من تریوله میشه. خیلی مهمه که دوستای خوبم، یعنی اصل این درس رو ما برای تبدیل ارزش زمانی چنگ به تریوله داریم یاد میگیریم، اصل این درس اینه که شما وقتی از ارزش زمانی چنگ وارد ارزش زمانی تریوله میشید سرعت شما تغییر نکنه، قدرت و کیفیت شما افت نکنه. معمولا بچه‌ها میان چه کاری انجام میدن؟ قسمت اول رو که پی ام دارن میزنن با سرعت بالا میزنن این شکلی، وقتی که به اون قسمت تریولر رسیدن میخوان اون قسمت تریولر بزنن یهو افت پیدا میکنه اجراشون، چون این یه مقدار آرپژ پیچیده‌ای داره و یه مقدار اون دست ما باید حرکت متفاوت تری رو انجام بده که خب کمتر روش تمرین شده، این باعث میشه که چه اتفاقی بیفته، سرعتشون یهو افت پیدا کنه. این کاملا غلط هست، یعنی از اون چیزی که توی این درس میخواسته به شما یاد بده کاملا دور شدیم. ما اولین نکته این که باید از مترونوم استفاده بکنیم. یه سرعت ثابت از مترونوم رو میذارید و سعی میکنید که دو تا نوت چنگ رو داخل یک شماره اجرا کنید. دقت کنید، من قسمت اول رو میذارم یک و دو و سه و یک و دو و سه و یک و دو و همین چیزی که توی تصویر هست میبینید. حالا من تو زمان دو شماره سه تا نوت اجرا میکنم، دو شماره نوت چنگ یعنی یک ضرب سیاه. بعضی از بچه ها اینجا این مسئله رو عنوان میکنن که میگن ما هر کاری کردیم سرعت قسمت تریوله به قسمت چنگمون نرسید، یعنی نتونستیم سرعت قسمت تریوله رو اونقدر بالا ببریم که به سرعت چنگ برسه.
پیشنهاد برای این دوستان چیه؟ اینجا باید این کار رو انجام بدیم، سرعت چنگ رو بیارید پایین که به سرعت تریوله برسه. یعنی اگر قسمت دوم رو نتونستید به سرعت قسمت اول برسونید، سرعت قسمت اول رو بیارید پایین که به سرعت قسمت دوم برسه. بله من حرف شما رو قبول دارم، شما نهایت سرعتتون اینه، دارید الان اینجوری میزنید، خب این یه زمانه، یه ارزش زمانیه، شما داری هر سه شماره رو الان توی یه نوت، توی هر سه نوت رو داری داخل یک شماره داری اجرا میکنی. خب الان چنگ شما به این شکل باید بشه، اصلاً اشکالی نداره، اصلاً مهم نیست که با این سرعت داری میزنی، مهم برای شما فقط و فقط توی این درس ارتباط چنگ و تریوله و شناختن ارزش‌های زمانیشه. یعنی اگر از قسمت چنگ وارد قسمت تریوله میشی، افت ارزش زمانی نباید داشته باشید، سرعت شما نباید تغییر بکنه. اگر نمیتونید این سرعت‌ها رو به هم دیگه ربط بدید، باید حتما سعی کنید شروع کارتون رو با سرعت خیلی خیلی پایین انجام بدید. مطمئنن هیچ راهی بجز استفاده از مترونوم برای اندازه گیری دقیق سرعتتون وجود نداره. شما اگر خودتون ذهنی بخواید ریتم رو بشناسید و حفظ بکنید، مسلماً ریتمتون تغییر پیدا میکنه. قسمت اول دوم هم تراز و یک شکل با یک سرعت نمیشه. باید سعی بکنیم از مترونوم استفاده کنیم که قسمت اول دو نوت داخل یه شماره و قسمت دوم سه نوت داخل یه شماره اجرا بشه. دقت بفرمایید. من اینو دوباره براتون اجرا میکنم ولی با سرعت پایین تر. ترکیب آی ام هم نمیزنم، فقط ام میزنم. تریولش سرعت پایین تر، تریوله بسیار عالی. پس ما تونستیم درس آستوریاس رو با هم مرور کنیم، این رو یاد گرفتیم که تفکیک ضربه ها چقدر اهمیت داره، این رو یاد گرفتیم که هر تمرینی بهمون دادن ما خواستیم اجرا کنیم، ابتدا اون تمرین رو به اجزای کوچیک تبدیل بکنیم. خیلی مهمه که ما یه تمرین رو باش مشکل داریم، سخته برامون، اول کار نمیتونیم اجرا کنیم، اول بدونیم میتونیم این تمرین رو جز جزش کنیم به اجزایی که برامون قابل درک تر باشه، یعنی بتونیم باهاشون ارتباط بیشتری برقرار کنیم، روش مسلط بشیم، بعد با کنار هم قرار دادن این اجزای کوچیک یک تمرین به یک کل و یک قطعه کامل میرسیم، به یک تمرین کامل میرسیم. این نه فقط در مورد، نه در خصوص اجرای قطعه، در مورد همه چیز، آکورد ها، ریتم ها، تمرین های فینگر پاور، گام، آرپیج، هر چی. اگر احساس کردید که اول کار به مشکل برمیخوردید، ببینید که چجوری از چه راهی میتونید این تمرین رو به یه شکلی اجرا بکنید که به یه تمرین ساده تر تبدیل بشه. اول ساده رو اجرا میکنیم، همطوری که گفتم من دست قسمت اولش برای دست چپم اومدم پی ام پی آی، ترکیب پی آی و ام زدم، بعد اومدم یه آرپیج برای دست راست دادم، بعد اومدم انگشت دو رو محور قرار دادم، دست چپ رو جداگونه تمرین کردم و تمام اینا رو کنار هم دیگه قرار دادم که بتونم به یه سرعت قابل قبول برسم. دونستم که ارتباط بین این دو قسمت وصل کردنشون خیلی اهمیت داره از نظر ارزش زمانی، حتما با مترونوم کار کردم
که بتونم این دو قسمت رو سرعتش رو حفظ بکنم. و در نهایت اینکه وقتی یک تمرین رو اجرا کردید و دیدید الان مسلط دارید روش اجرا میکنید و مسلط شدید، حالا دیگه موقعیه که شما باید بهش سرعت بدید. هیچ وقت یک مترونوم یه سرعت براتون کافی نباشه. الان با یه سرعت اجرا کردید، این سرعت مترونوم رو یادداشت کنید، 70 80 100 هر چی که است. 3 هفته بعد، 2 هفته بعد دوباره این مترونوم باید یادداشت بشه و حتما مترونوم شما تغییر کرده باشه. تغییر نکنه یعنی اینکه شما دارید درجا میزنید. باید تمرین بکنید و سعی کنید سرعتتون بالاتر بره. درود خداوند بر شما، موفق، شاد و سربلند باشید.